سلام همگی، چطورید؟ با تموم شدن جنگ نهایی ماهیر آکادمیا، قهرمان‌ها پیروز شدن و با پرش زمانی به چپتر جدید میرسیم که مدت هاست از تموم شدن جنگ گذشته. اما یک خبر بد در مورد کورک، باکوگو و دکو داریم و حالا سوال اصلی اینه که با این چپتر داستان تموم میشه یا نه. خب هوریکوشی سنسه تو یادداشت این چپتر گفته که ماهیر آکادمیا داستانی نیست که بعد پایان جنگ تموم بشه، از این رو برای مدتی ادامه خواهد داشت و تو این ادامه قراره به عنوان داستان برگردیم، یعنی آکادمی قهرمان من. خب این خبر خوبیه که داستان فعلا تموم نمیشه و ممکنه 10 چپتر دیگه ای هم داشته باشیم که میشه آرک آخرمون. و با توجه به حرف مانگاکا که گفته قراره به عنوان برگردیم، به نظر میاد که قراره زندگی قهرمان ها رو تو مدرسه بعد از جنگ ببینیم. چپتر 424 با عنوان بخش پایانی شروع میشه. بعد تموم شدن جنگ به واشنگتن در آمریکا میریم. مریل که هواشناس شبکه خبری BCDه، برعکس چپتر 374 که اثر پروانه‌ای بچه نورانی رو که اولین بچه دنیا اومده با کورک هستش و باعث و بانی به نابودی رفتن جهان میدونست و گفت که ساکت نشستن آمریکا جلوی آل فور وان بده و آخر باعث شد که برنامه رو قطع کنن، این دفعه خیلی عادی و بی درد سر اخبار هواشناسیشو انجام میده و اشاره میکنه که مشتی که دکو به آل فور وان زد باعث صاف شدن آسمون و ایجاد بادی شدید شده. قهرمان ها از تمام کشورها به کمک ژاپن اومدن، از آمریکا گرفته تا کشورهای دیگه، و خیلی سریع دارن خونه های مردم و شهرهای نابود شده رو بازسازی میکنن تا کسی بی خانمان نمونه. قهرمان سلام از مصر اومده، بیگ رد دات از سنگاپور اومده و به خاطر نبودنش تو جنگ اصلی میخواد حداقل یه کاری بکنه. و قهرمان های آمریکا از داستان ماهیر و ویجلانتیز با دستور رئیس جمهور آمریکا هم اینجان و کاراکتر اصلیش داره کمک میکنه. مانگای ماهیر و ویجلانتیز توسط هیدیوکی فروهاشی نوشته شده، ولی جهانش با داستان اصلیمون یکیه و در آمریکا اتفاق میفته. مثلا گذشته شیراکومو و دلیل مرگش جلوی چشمای آیزاوا تو این مانگا نشون داده شده و کاراکتر اصلیش کویچی هم داره کمک میکنه. من فکر میکردم که چیزای بیشتری از کویچی ببینیم، ولی خب ماهیر آکادمیا داستان دکوه نه کویچی، که اینجا قسمت بزرگی از ژاپن رو میبینیم که با خاک یکسان شده و هلیکوپترها و قهرمانها دارن آواربرداری میکنن. از اینجا میریم به بیمارستان که دکو، باکوگو، آلمایت و اوراراکا و بقیه بعد جنگ توش بستری شدن. اما دکتر خبر بدی رو برای باکوگو داره. در حالی که پدر و مادرش کنارشن، دکتر میگه که با اینکه عمل جراحی خیلی کمک کرده، ولی نمیتونن بیشتر از این دستشو بهتر کنن، چون الان هم با گذاشتن قطعات مختلف دستش روی هم شکلشو بازور حفظ کردن و ممکنه حتی بعد از توانبخشی هم نتونه تکونش بده. دکتر به دلیل نابود شدن دست باکوگو پیشنهاد میده که مثل میرکو که دستش داغون شده، از دست مکانیکی و مصنوعی استفاده کنه. اما باکوگو مخالفت میکنه به خاطر اینکه قدرت کورکش از کف دستش میاد. کورک باکوگو عرق حاوی نیتروگلیسرین تولید میکنه که قدرت انفجاری بهش میده. پس اگه دستش قطع بشه، کورکش هم باهاش از دست میده. باکوگو یادش میاد که دکو از بچگیش کورک نداشته. پس هر طوری که شده، دوره توانبخشیشو پشت سر میذاره و قدرتشو برمیگردونه. دکتر بهش هشدار میده که فقط دستش نیست که مشکل داره، بلکه تمرین‌های سنگین برای قلبش هم خطرناکه. اگه ادشات زخماشو بخیه نمیزد و روش سی پی آر انجام نمیداد، ممکن بود بمیره. دکتر نمیدونه که چطور باکوگو بعد از اون همه آسیبی که دیده بود به جنگیدن ادامه داده و کیلومترها سفر کرده تا خودشو به دکو برسونه. فعلا بهتره که هیچ کاری انجام نده و فقط استراحت کنه. تو اتاق دیگه‌ای که آلمایت و دکو خوابیدن، دکو از اینکه اتاقش با آلمایت یکیه تعجب میکنه. آلمایت میگه که حتما کار سوکاوچیه، چون اینطوری راحت‌تر میشه ازشون محافظت کرد و اتاق‌های بیشتری برای سایر مصدوم‌ها خالی میمونه. دکو از آلمایت وضعیت بدنشو میپرسه که آلمایت جواب میده که دکترها از دیدن پیچ‌های زیاد تو بدنش شوکه شده بودن. آلمایت هم میاد حال دکو رو میپرسه. دکو میگه که کم کم داره دستاشو حس میکنه، اما از اینکه نتونست تنکو رو نجات بده ناراحته. حتی موقعی که دستشو به سمتش دراز کرد و نفرتش از بین رفت، تنکو تو آخرین لحظه خواست قهرمان ویلن‌ها بمونه، چون نمیخواست به دوستاش و کسایی که دنبالش میکردن پشت کنه، چون اونا هیچ کسی رو غیر از اون نداشتن. تنکو با کمک
به نابودی آل فور وان به اندازه شخصیت خودش رو درست کرد، ولی با این حال به تنکو بیگناهی که موقع بچگیش بود بر نگشت. انگار که شخصیت تنکو و شیگاراکی با همدیگه قاطی شدن. به نظر من دکو فکر میکنه که نتونسته روح تنکو رو از بد بودن نجات بده و برای همین ناراحته، چون اگه واقعا میخواست یک قاتل زنجیره‌ای رو نجات بده، طبق قانون ژاپن خانواده های آدم هایی که شیگاراکی کشته درخواست حکم مرگ براش میکردن. آل مایت که تجربه این نزدیک به مرگ داشته از دکو میپرسه که صورت تنکو تو آخرین لحظات زندگیش چه شکلی بود. تو فلش بک تنکو با لبخند میگه که از این به بعد همه چی رو به دکو و بقیه میسپاره و مثل بقیه به دکو میگه که به بهترین شکل تلاشش رو بکنه. آل مایت میگه قلبش نجات پیدا کرده، درست مثل تمام دارندگان وان فور آل. آل مایت از دکو میپرسه که کورک وان فور آل رو به تنکو منتقل کرده یا نه. دکو میگه آره، ولی هنوز میتونه ریشه هاشو حس کنه. این حرف تایید میکنه که هر دوی کورک آل فور وان و وان فور آل با از بین رفتن بدن تنکو از جهان رفتن. همینجا ناگهان باکوگو با حال داغونش و دعوای مادرش که از هر دوی دکو و آل مایت معذرت میخواد وارد اتاق میشه. باکوگو با شنیدن این که دکو فقط ریشه های کورک تو بدنش مونده و قراره بدون کورک بشه شوکه میشه، چون قول داده بودن با همدیگه سر قوی ترین قهرمان جهان شدن رقابت کنن. دکو تایید میکنه که دیگه کورک نداره، ولی ناراحت نیست، چون از اول بدون کورک دنیا اومده و به اختیار خودش کورکشو از دست داده. همین که تونسته برای مدتی تو رویا و آرزوش زندگی کنه خوشحاله. باکوگو با شنیدن این حرفا یاد وقتی میفته که با هم کارتای آل مایتو داشتن و دکو رو به خاطر کورک نداشتنش مسخره میکرد که نمیتونه تو امتحانها قبول بشه، و زمانی رو یادش میاره که دکو بهش میگه که میخواد قوی تر بشه و باکوگو بهش میگه که نذاره ازش فراتر بره. باکوگو از شدت ناراحتی شروع به گریه میکنه. دکو از گریه کردن باکوگو شوکه میشه و باکوگو میگه که تا الان باهاش رفتار خوبی نداشته. باکوگو واقعا از کارهایی که توی مدرسه با دکو میکرد ناراحته و پشیمونه، و فکر میکرد که قرار بود برای مدتی با همدیگه رقابت کنن. دکو که میخواد جلوی گریهشو بگیره بهش میگه که گریه بهش نمیخوره و هنوز ریشه های کورکشو داره. فعلا بدنش داغونه و وضعیت روحیش زیاد خوب نیست و بهتره که رقابت بمونه برای بعدن. بچه ها، دکو با داشتن این ریشه ها میتونه به قهرمان بودن خودش ادامه بده، ولی قدرت اصلی خودشو که تو کل داستان دیدیم ازش نخواهد داشت. مثلا فقط 50% از قدرت کورکی که داشت و قرار داشته باشه، که همین اندازه هم دکو رو یکی از قوی ترین قهرمان های جهان میکنه. اما مشکل اصلی اینجاست که مشخص نیست چقدر این ریشه ها دووم میارن، چون آل مایت تا زمانی که آخری مشتشو به آل فور وان زد به اندازه 2 فصل ریشه های کورکشو داشت. پس احتمالاً تا زمانی که دکو جنگ بزرگی انجام نده میتونه قدرتشو نگه داره. آل مایت به هر دوشون میگه که از اولین باری که دیدتشون خیلی قوی تر شدن. دکو از وقتی که دوید تبدیل به بزرگترین قهرمان آل مایت شد و الان باعث میشه که همه به نشانه احترامش از جاشون بلند بشن، چون بزرگترین قهرمان همه است. آل مایت به باکوگو میگه که به خاطر اونه که اینجاست و میتونه بهشون بگه شما بزرگترین قهرمانید، ازتون ممنونم. اینجا در حالی که ما خنده دکو و باکوگو رو همراه با شوتو و اوراراکا میبینیم، راوی داستان که خود دکو میگه وقتی بچه بودم فکر میکردم بعد تموم شدن جنگ صلح و آرامش برقرار بشه، اما تا وقتی که به آینده روشنی که براش جنگیدیم نرسیم داستانمون تموم نمیشه و باید جلوتر و فراتر بریم. اینجا کاملا مشخصه که اوراراکا درمان شده ولی ناراحته. ممکنه از مردن توگا ناراحت باشه یا یه چیز دیگه ای. توگا اگه زنده مونده باشه باید به خاطر خاصیت کورکش و مشکل روانی که به خاطر کورکش پیدا کرده تحت درمان قرار بگیره، جدا از اینکه خیلی از آدما رو کشته و جلوی کسی از اونها ظاهر بشه فکر نکنم ببخشنش. چیزای سنگ مانندی هم اینجاست که فلسای اسپینره، یعنی اسپینرم تو این بیمارستانه. اینجا ما دکو رو همراه کامیناری و ایدا میبینیم که دارن به سمت مدرسه شون یو ای میرن که در حال بازسازیه. اگه توجه کنید دکو بعد از بین رفتن قسمتی از بخش سمت راست سرش طرح موهاشو عوض کرده و کلا بخش راست سرش تراشیده شده، که خیلی ها از این طرح موش خوششون نیومد، که منطقیه چون یکی از نشانه های اصلی داستانمون طرح موی خاص دکو بود. مثلا فکر کنید که ناروتو موهاش زرد نباشه یا یوجی موهاش صورتی نباشه، مردم خوششون نمیاد، ولی خب دلیل این تراشیدن به خاطر عمل جراحیش بوده.
نه اینکه خودش بخواد موهاشو اینطوری کنه. پس بعد مدتی دوباره در میاد. حداقل میرفت سلمونی دوتا طرف سرشو با هم دیگه میزد و میشد مثل دیوید تو سایبرپانک اجرانرز. با توجه به حرفای هوریکوشی سنسه، چپترهای باقی مونده قرار در مورد دوران باقی مونده مدرسه و فارغ التحصیل شدنشون باشه. مثلا بعد از تموم شدن سال اولشون میرن سال دوم و بعدش میرن سال سوم و بعدش هم فارغ التحصیل میشن و تبدیل به قهرمان حرفه‌ای میشن. چیز دیگه که باقی میمونه داستان عشق اوراراکا و شوتو با موموئه. ولی فکر نکنم باکوگو به کسی علاقه داشته باشه و داستان عاشقانه ای داشته باشه. آقا هیچ وقت به هیچ کس علاقه ای نشون نداده و فقط میخواد قهرمان بزرگی بشه. اما احتمالاً هوریکوشی به اونم یه نفر رو میده. راستی یادمون نره که ما هنوز نمیدونیم پدر دکو کیه. خیلی ها فکر میکردن که آل فور وانه، ولی این تئوری اشتباه از آب در اومد. پس امیدوارم حداقل 10 چپتری داشته باشیم و هوریکوشی بهمون نشون بده که پدرش کیه. فقط امیدوارم که یادش نرفته باشه. مثلا یه دونه بهمون بکستوری نشون بدن که مادرش چطوری پدرش رو دیده. برای دیدن یه داستان عالی دیگه روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. و دوستتون دارم و شما رو توی ویدیوی بعدی خواهم دید. آیرو گنگ بدرود.